درود ویژه به همراهان خوب همیشگی و یک درود تازه به همراهان و دوستانی که تازه به جمع ما پیوستید. در مورد قهوه سبز و تأثیرات خوبش برای کاهش وزن میخواییم با اتون صحبت کنیم. چه زمانی بهترین زمان برای نوشیدن این نوع قهوه است؟ همه ما قهوه سیاه یا قهوه‌ای رو میشناسیم و شاید از خواص لاغریش زیاد شنیدیم. دانه های قهوه سبز از همون درخت قهوه تهیه میشه، اما این دانه ها سرخ نشدن یا به اصطلاح تفت داده نمیشن. یعنی در واقع قهوه سبز و قهوه معمولی هر دو یکی هستن، اما این نوع قهوه گرما داده نمیشه، تفت داده نیست. بنابراین املاح بسیار زیادی رو در خودش حفظ کرده، چون تفت دادن قهوه یا به اصطلاح بو دادنش باعث میشه تمام املاحش هم به هدر بره. ماده‌ای در این نوع قهوه موجوده که توانایی چربی سوزی داره. البته منفعت‌های دیگه هم داره. می‌خوایم شما رو با این قهوه و نحوه استفاده درست و مقدار مصرفش در طول روز آشنا کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا از تمام مزایای این قهوه اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار بدیم. دوستانی که تازه به ما پیوستید، با فشار دادن دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله کنار اون میتونید همیشه به جدیدترین آپدیت‌های ما دسترسی داشته باشید. دانه های قهوه سبز برخلاف قهوه معمولی برشته نمیشن یا به اصطلاح گرما داده نمیشن. این دانه کاملا حالت خام داره. اسید کلوروژنیک ماده‌ایه که در قهوه سبز وجود داره و باورها بر اینه که این ماده خواص سلامتی زیادی رو به همراه داره. اسید کلوروژنیک که در این ماده وجود داره همانند یک آنتی اکسیدان عمل میکنه و میتونه به شما در کنترل فشار خون بالا و مقاصد کاهش وزن و حفظ تعادل قند خون کمک زیادی بکنه. وقتی دانه های این نوع قهوه را دم کنید، قهوه شما یک رنگ سبز خوش رنگ داره و این نوع قهوه دارای طعم بسیار ملایمیه که میتونید حتی بدون شکر و شیر هم ازش لذت ببرید. به کمک این نوشیدنی میتونید وزنتون رو کاهش بدید. تنها معجزه قهوه سبز در لاغری به دلیل اسید کلوروژنیکه و از اونجایی که دانه های این قهوه بوداده نیست، منفعت ها و خواص خودش رو کامل حفظ کرده. از چند راه این قهوه بهتون در از بین بردن چربی های جمع شده در بدن کمک میکنه. اولین کمک قهوه سبز اینه که متابولیسم بدن شما بالا میره. نرخ متابولیسم یا همون BMR در بدن شما افزایش پیدا میکنه که این به این معنیه که این ماده باعث کاهش انتشار گلوکوز از کبد به جریان خون شما میشه. وقتی مقدار گلوکوز در بدن کم بشه، بدن شما برای برآورده ساختن نیاز به گلوکوز شروع به سوزاندن چربی های اضافی ذخیره شده در سلول های چربی میکنه و در نهایت این امر باعث کاهش وزن شما میشه. دومین تأثیر و کمک قهوه سبز کاهش اشتهای شماست. اگر جزو افرادی هستید که دائما در مرز گرسنگی ناگهانی قرار می گیرید و از این طریق کالری های غیر ضروری مصرف می کنید، قهوه سبز به شما پیشنهاد میشه که میتونه جلوی اشتهای شما رو بگیره. با مصرف همیشه قهوه سبز شما میتونید جلوی جذب شدن چربی و کربوهیدرات ها رو در بدن خودتون بگیرید. یعنی چربی ها و کربوهیدرات ها به راحتی جذب بدن شما نخواهند شد. سومین تأثیر قهوه سبز بر روی بدن شما بهبود گردش خونه. خون شما مسئولیت‌های مهمی رو در بدن انجام میده. خون باید اکسیژن رو به سلول‌ها حمل کنه و در این حال گازها و سموم رو هم از سلول‌ها حذف کنه. هر گونه انسداد یا مشکل در این روند جریان خون میتونه باعث عدم فعالیت و خستگی شما بشه و این امر باعث کندی متابولیسم شما میشه و به نوبه خود چربی سوزی رو هم کند میکنه. یعنی در واقع جریان خون شما و نحوه این جریان در کل بدن شما تأثیر گذاره. یک فنجان از قهوه سبز میتونه به تنظیم جریان خون کمک کنه و همچنین بدن خیلی سریعتر چربی ها و کالری های اضافه رو خواهد سوزاند. شماره چهارم سوزاندن مستقیم چربی هاست. قهوه سبز باعث آزاد شدن آنزیم های چربی سوز در بدن میشه. به بیان واضح‌تر آنزیم‌هایی در بدن تولید میشن که خاصیت چربی سوزی دارن. قدرت و خاصیت دیگر قهوه سبز پاکسازی کبد شما از سمومه. کبد پاک خواهد شد و کلسترول‌های بد و چربی‌های غیر ضروری درش حذف میشه و در نهایت تمامی این امور متابولیسم بدن شما بهبود خواهد یافت. پنجمین اثر جالب قهوه سبز کاهش جذب قنده.
مصرف قهوه سبز جذب قند به توسط روده کوچیک شما رو کاهش میده و این امر موجب میشه شکر کمتری به عنوان چربی ذخیره بشه و کالری بیشتری سوزونده بشه. بنابراین با جذب نکردن قند توسط بدن شما یک گام بزرگ دیگه در چربی سوزی و کاهش وزن برداشتین. بهترین زمان مصرف قهوه سبز چه زمانیه؟ شما اگه قصد دارید بهترین نتیجه رو از قهوه سبز ببینید، باید این نوع قهوه رو درست بعد از وعده‌های غذایی مصرف کنید. دلیلش اینه که بعد از غذا خوردن میزان قند خون شما به طور کلی به دلیل مصرف کربوهیدرات‌ها یا پروتئین‌ها افزایش پیدا می‌کنه و تمام این قندها و شکر اضافه در فرایند هضم غذا به عنوان چربی ذخیره میشه. قهوه سبز باعث حفظ سطح قند خون شما و جلوگیری از رشد ناگهانیش میشه. همچنین نوشیدن این قهوه باعث میشه شما طولانی مدت انرژی بیشتری داشته باشید. شما میتونید مقداری از پودر این دانه رو در آب جوش میکس کنید و در صورت دلخواه مقداری عسل و یا دارچین هم بهش اضافه کنید. بهترین حالت اینه که دانه های این قهوه رو خریداری کنید که کاملا سبز هستن و حدود 170 گرمش رو در ظرف ریخته و حدود 710 میلی لیتر که چیزی حدود 3 فنجان آب هست رو بهش اضافه کنید. شعله گاز رو روشن کنید تا زمانی که آب داخل ظرف شروع به جوشیدن کنه. این دانه رو به مدت 12 دقیقه با حرارت ملایم بجوشونید. نباید اجازه بدین دانه های قهوه به قدری بجوشند که له بشن، چون در این صورت مواد آنتی اکسیدانی خودش رو از دست میده. حالا تمام مواد رو از صافی عبور بدین. دم کرده قهوه رو میتونید حدود 3 تا 4 روز در یخچال هم نگهداری کنید. ماده‌ای که در این قهوه باعث لاغری میشه، یعنی همون اسید کلوروژنیک، دوز مصرفی در روز داره. در مطالعات این دوز بین 120 تا 300 میلی گرم مشخص شده و این مقدار اسید میتونه در 240 تا 3000 میلی گرم از قهوه سبز وجود داشته باشه. به طور دقیق نمیشه گفت چقدر از این اسید در قهوه شما موجوده. البته شما میتونید این قهوه رو 30 دقیقه قبل از غذا هم بنوشید یا اینکه با شکم خالی 30 دقیقه قبل از وعده صبحانه. بهتر این قهوه 2 بار در روز مصرف بشه و بیشتر از اون استفاده نکنید. میزان کافئین موجود در قهوه سبز بسیار زیاده، چون همونطور که گفتیم این قهوه بوداده نیست. بنابراین میتونه در شما در صورت مصرف زیاد علائم مصرف زیاد کافئین رو به همراه بیاره، از جمله افزایش ضربان قلب، سردرد، اسهال و اضطراب. بنابراین همونطور که در کلیپ های قبل هم گفتیم، چیزی که منفعت های زیادی داشته باشه به معنی استفاده بیش از حد و زیاد از حد اون نیست. استفاده از مواد گیاهی همیشه بهتر از قرص های لاغریه، چون این قرص ها علاوه بر گران قیمت بودنشون اثرات آنچنانی ندارن و میتونن در مواردی باعث تخریب بدن هم بشن. پس بهترین راه برای حفظ سلامتی استفاده از مواد طبیعی و همچنین اندکی ورزش منظمه. این دو میتونه در رسیدن به هدف به شما کمک کنه. تمام موادی که دارای کافئین هستن میتونن 3 تا 11% متابولیسم یا همون سوخت ساز بدن شما رو بالا ببرن. اما مطالعات روی قهوه سبز در مورد چربی سوزی بیشتر روی اسید موجود در این ماده متمرکزه. اگه میخواید کربوهیدرات کمتری به بدن وارد بشه، این قهوه این کار رو براتون انجام میده. مطالعات بیشتر نشون داده که ریسک ناراحتی های قلبی هم با مصرف این قهوه کاهش پیدا میکنه، زیرا کلسترول و تریگلیسیرید هم در بدن پایین میاد که 2 عامل اصلی در انواع بیماری های قلبی هستند. بیماری هایی که قهوه سبز میتونه جلوی اونها رو بگیره عبارتند از نارسایی یا آلزایمر، سرطان روده بزرگ، دیابت، فشار خون بالا، بیماری های قلبی، سندروم متابولیک، چاقی و پارکینسون. قهوه سبز میتونه نحوه عملکرد حافظه رو بهبود بده. در مطالعه در سال 2012 از سوی مؤسسه علوم اعصاب و تغذیه، این ماده میتونه به حفظ متابولیسم طبیعی مغز کمک کنه و از این طریق جلوی آلزایمر رو میگیره. بر طبق مطالعات دیگه در سال 2017 نتایج مشخص کرده که قهوه سبز استرس اکسیداتیو در مغز رو کاهش میده و به همانند یک محافظ اعصاب عمل میکنه. از سوی دیگه مطالعات دیگه نشون داده که پلیفنون‌های موجود در قهوه میتونه جلوی ایجاد تومورهای روده‌ای رو بگیره. قهوه سبز باید از نوع خوب و با کیفیتش باشه که حداقل 14% از اسید کلوروژنیک تشکیل شده باشه.
سپاسگزار هستم که به مطالب ما توجه میکنید. پیام‌های گرم شما رو هر روز میخونم و باعث میشه تحقیقات بهتری رو هر روز برای بهتر شدن مطلب انجام بدیم. در هر جای جهان هستید، سلامتی رو براتون آرزو میکنم و خوشحالم که در کنار شما هستم. مطالب بسیار خوبی رو هم سفارش دادید برای ساخت که حتما کلیپش برای شما ساخته میشه. شاد و پیروز باشید تا کلیپ بعدی که بازم در کنار شما خواهم بود.